بسم الله الرحمن الرحیم. دنیا صحنه از اسرار و رازهای الهی است که در این دنیا یکی از وظایف اساسی انسان نگرش دقیق و ژرف و تفکر با نگاه عمیق در پدیده های هستی است. وقتی که ما به پدیده های هستی می نگریم، در هر چیز، در هر شی آثار قدرت خداوند متعال را به وضوح مشاهده می کنیم. اینجا یک میوه داریم، میوه بسیار لذیذ و شیرین، بسیار وزنین و سنگین است، خیلی ها سنگین، اما این یکی از واحدهای بسیار کوچک این میوه است. از نگاه عقل و منطق ما و شما، وقتی که یک میوه را به این بزرگی میبینیم که خیلی ها سنگین است، عقل ما این حکم را میکنه که این میوه باید همانند هندوانه یا خربوزه و تربوزه، به خاطر که بسیار وزنش زیاد است، این باید در زمین فقط به همین شکل، از این بالاتر نباید برویه، بالا شود، چون به خاطر که دیگر کدام ساقه و یا شاخه نمیتونه که وزن از این را برداره. اما بسیار جای تعجب است که این میوه در زمین نمی رویه، بلکه درخت هایی است که به هزارها هزار عدد از این میوه از شاخهای از او در ارتفاع 10 متر، 12 متر و 15 متر خیلی ها بلند آویزان می باشه. یعنی این میوه که فعلا کوچکترین شمی است، به هزارها هزار میوه از شاخهای درخت، از برگهای از این درخت آویزان می باشه. حالا شما فکر بکنین که خود امی ساقه و یا شاخی که این میوه را به این سنگینی نگاه میکنه، چگونه درخت است و چگونه شاخه است. این درختش است. در ارتفاع بسیار بلند چگونه با یک ساقه بسیار نازک ایستاده است. و چگونه خداوند متعال این گونه قانون مندی را گذاشته که این میوه ها را تا زمانی که به پختگی و نضج و مرحله رسیدگی و پختگی میرسه، این می شاخه ها و این درخت ها ای را درست محکم نگهداری میکنه. اما اگر گاهی تصادفا اینها سقوط کنند، خدا نکنه که در زیر شاخچه درخت، امی درخت های از این میوه، کسی استاد باشه و یا بگذره. چون واضح است که اگر چنین یک میوه بسیار سنگین و هم از ارتفاع 10 متر یا 8 متر سقوط بکنه و بالای سر یک انسان اصابت کنه و به هر جای بدن انسان اصابت کنه، احتمال از این که انسان زنده باقی بمانه بسیار کمتر است. حالا بیاین همی میوه را به طور نمونه ما شما یک وزن گیری بکنیم، ببینیم که چقدر وزن داره. البته ای بسیار یکی از این عدد بسیار کوچکی از این میوه است. ببینیم که چند میشه. خب اول ترازو را چاران میکنیم، بعد ای را در عدد صفر قرار بدیم. حالا ای را میگذاریم، ببینیم که چقدر وزن میگیره. 6498. خب یعنی نزدیک 7 کیلو، که یکی از کوچکترینش است. 7 کیلو است. و موضوع دیگه ای که وقتی که شما این میوه را پاره میکنید، داخل از این خیلی ها یک تصویر بسیار زشتی را نشان میده. شما فکر میکنید که حتما این یک نهنگ است و یا چوچی نهنگ که را شما پاره کردین. داخلش بسیار همیت یک تصویر شبیه اشکم نهنگ را داره، ولی میوه بسیار لذیذ و خیلی ها شیرین است. چگونه شاخه های از این قدرت داره که ایره نگهداری بکنه
و شب و روز این قسمی کشال است دیگه. شما فکر بکنین که اگر ما یک دقیقه نیم دقیقه ایرم و در دست خودم این قسم بگیرم، طبعا که دیگر اصلا انرژی و طاقت در بازوهای هیچ انسان نمیمونه. اگر شما ایره برای 5 دقیقه این قسم بگیرین یا اگر دستم داشته باشه در دستان باشه، آدم خسته میشه. ولی این درخت ها را شما ببینین که به مدت نیم سال یا یک فصل یا 6 ماه فقط تمام اینمی میوه ها را به همی وزنش نگهداری میکنن و دموجه خداوند قرار اونها را بایگانی میکنن، نگهداری میکنن تا ای که به مرحله خوب پختگی میرسه و یا کسی بخواه که اینا را قطع بکنه غرض تناول و استفاده کردن و خوردن. اینجا فروشنده وزنش چسبانده نوشته که 50 کیلو. ببینین 50 کیلو وزن داره. به هر اندازه‌ای که تعمق کنیم، به هر اندازه‌ای که تفکر کنیم، نصیب انسان یکی تعجب و حیرت است و دیگر احساس نورانیتی که در قلب انسان فوران میکنه، یعنی ایمان انسان قوی تر میشه و قلب انسان منور میشه، بصیرت و دید انسان هم وسیع تر میشه و همیج است که انسان قدم به قدم، گام به گام به خداوند متعال نزدیک میشه.